ممل آمریکایی جوونیه که آرزو داره به آمریکا بره، اما برای گرفتن ویزا نیاز به زامن داره. ممل ماشین زنی به اسم نسرین رو میدزده و دعوتنامه ای از آمریکا تو اون پیدا میکنه. ماشین رو به صاحبش پس میده و با اون دوست میشه. مادر نسرین زامن ممل میشه، اما بعد از مدتی میفهمه که زن مادر نسرین نبوده و زن خوشگذرونیه که به دنبال مرد هاست. بخشایی از فیلم ممل آمریکایی رو با هم تماشا میکنیم. همچین عقد کردی که آدم خیال میکنه تا لب واکنه پاچهشو میگیری. سنگ پدره توی باشه. کی بهت گفتن؟ یه چیزی بهت گفتن که یه حوزی رو رو شدی؟ گفتن تو روح پدر بد بیله که اون سلوات. اگه دلت با داد زدن وامیشه بیشتر داد بزن. اصلا بیا بزن تو گوشم. فقط بگو چی گفتن؟ گفتن همه عالم میتونن برن آمریکا غیر ممل آمریکایی. چرا؟ چون بیکارم، چون پول ندارم، چون پارتی ندارم، چون قوم هیچ کله گنده ندارم، چون زن ندارم. بچه حالا چی کار میکنی؟ بالاخره یه خورده پول مول جور میکنم میذارم با اخی. ببینم میشه تو یه جوری یه خورده پول به قرض بدی؟ چقدر؟ یه 45,000 تومانی بیشتر نمیده. پولم کجا بود ممل جون؟ خب اگه با زن گرفتن کار جفت و جور میشه زن بگی. آره هر وقت خالت منو بگیر، هر جور شده واسه پول جور میکنم. مگه من چمه؟ کورم، کرم، شلم، پیرم؟ ده بگو چمه. چمه که مثل خری که به نلبندش نگاه میکنی نگاه میکنی. تو قشنگی، خوشگلی، مامانی، هودویی، دختر 14 ساله‌ای، اما من تو ایکبیلی رو بگیر نیستم که نیستم. این پنبرم از گوشت جر بیار. فیلم صبح چهارم به کارگردانی کامران شیردل محصول سال 1351. امیر یه جوان ولگرد و آسوپاسه که ماشینی رو تو آبادان میدوزه و ناخواسته به خاطر دعوایی بر سر هیچ و پوچ یه نفر رو میکشه. امیر به تهران برمیگرده و بدون توجه به اینکه کسی رو کشته به خلافش ادامه میده. اون سعی میکنه معشوقش زری رو راضی کنه تا با هم به جنوب فرار کنن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. مرتی من نبودم خانم فیلشون یاد هندوستون کرده. عجب روی داری یا قربون هوش و حواس درستت. مگه صبح بهت نگفتم که شیفت شب کار میکنن؟ ده حالا که نوبت ما شده خانم شب کارشون گل کرده. بابا دست خوش. امیر اینقدر چرم نگو. ببین من پدر صاحبم در اومده، حوصله جر و بحث ندارم. پاشو برو میخوام بگیرم بخوابم. قربون دستت چرا خاموش کن میخوام بخوابم. چرا که روشنه خوابم نمیبره. امیر مرگ من راست بگو، خالی واسه درو وا کردم. ده گفتم که از دیوار پریدم. قبول نداری خب از سوراخ راه آب اومدم تو. چاخان میکنی من میدونم. مرگ تو نه منو چاخان جا. عجب نوتویی هستی ها. جدی جدی دیگه داری کفرمو بالا میاری. اگه خاله درو وا نکرده پس خودت وا کردی عینهو دزدا. جون تو من میتونم پر بزنم. به من میگن امیر پردار. آره خالمم زیر بال پر تو میگیره. راستی زری این خالتم یه چیزیش میشه. اتفاقا خیلی چیزاشم میشه. چطور مگه؟ اومدن چراغش روشن بود. از درد در نگاه کردم داشت یه کارایی میکرد. چه دود و دمی، چه بساتی. تا یه ساعت پیشم یه صدای عجیبی از خودش در میآورد. نمیدونم گریه میکرد، مناجات میکرد، دعا میخوند. راستش ترسیدم برم تو یخمو بگیره. آره مثل اینکه این روزا حسابی زده به سرش. حتما باید ببرم مریض خونه بخوابونمش. هر 3-4 ماه یه دفعه این حالو داری. برم ببینم هنوز بیداری یا نه. چت شدی؟ وای خدا مرگم بده. خاله خاله جون چت شدی؟ چیه مرده؟ زبونت لول شه. خدا نکنه این چه حرفیه میزنی. خاله جون اینجوری که این ضعیف افتاده یه پا مردن دیگه. بابا دست بردار حالا چی کار بکنم؟ هیچی بابا بس بخوابونه بشو تخت تا بعد. یواش کمارم شکست. معلومه چی خورده؟ تو هم که هیلی چار بگو. مثل این که دل نداری بابا مریضه نمیفهمی؟ آره یکی اون مریضه یکی من. بلش بابا بلش میبری. بیا عجب شب گندیه. چیزی نشده بابا، فردا میبریمش مریض خونه. چیه تا صبح بخوای اینجا قنبرک بزنی؟ you
فیلم سینمایی مردان خشن که تو سال 1350 ساخته شده از این قراره که ایاز با خانواده نصیر خصومت داره و توطئه‌ای رو ترتیب میده که بزرگ اون خانواده به زندان بیفته. نصیر که قصد انتقام گرفتن داره با پهلوانی مواجه میشه و راه و روش پهلوانی رو ازش یاد میگیره، اما چون نمیتونه بر خشمش غلبه کنه دختر ایاز رو میدزده. اون در نهایت بعد از کشته شدن ایاز پشیمون میشه و با دختر محبوبش ازدواج میکنه. بخشایی از فیلم مردان خشن رو با هم تماشا میکنیم. اگه کی باشی؟ انگار این کوکبیه. کوکب خانوم؟ داش باقی لام نلیکو، تو کجا اینجا کجا؟ الهی که درد و بلات بخورت بالای کاسه سرم. خدا نکنه. خب بگو بینم شوهر کرده؟ با 10 ساله. پس به انتظاری من نموندی؟ اگه به انتظار تو میموندم گیسام سفید میشد. ای بیوفا به چه یا. خب شوهرت چی کاره؟ الان 7-8 سالی که زندون. زندون؟ زندون برای چی؟ آخه قاچاق چی بود گرفتنش، الان زندونیه. خب ترقی کرده باری کلا. به چه مچه چی داری؟ یه دختر 3 ساله دارم. 3 ساله؟ بله. اگه شوهرت 8 ساله زندونه است پس به چه 3 ساله رو از کجا آورده؟ آخه شبای جمعه میرم زندون ملاقات. تو زندون؟ دست خوش بابا، ترس رو دست نداره. اون جوونه کیه؟ به این پسر کوچیکه آقا بزرگه، برادرش عباد الله همین روزا آزاد میشه. ما 20 سال از پیش این خانواده با وفا داریم کار میکنیم. ایبا ماشالله چه قد کشیده، خدا بیامرزه باباشون پهلوان این شهر. آره؟ میشناختمشون، اما اون وقتا من کوچیک بودم. دختره که؟ دختره اربابه. اربابه؟ بله. اربابه کیه؟ ایاز خان. ایاز خان؟ ها ایاز خان بیا بریم آقا نصیر. ایاز خان بفرستش پیشی بیاز خان. بی بریم فتنه خان. بی بریم. بیا بریم، خوب نیست تو گذر. بیا بریم. چه جوونه برازنده ای، چه یلی. جلو دل تو بگیر، اون پسر آقا بزرگ ایاز خان میونه شماها یه دریا خون فاصله است. اما اگه من بخوام میتونم از این دریا شنا کنم و رد. فیلم سینمایی طاهر که تو سال 1352 ساخته شده از این قراره که یه معمار قبل از مرگش دخترش لیدا و پسرش طاهر رو به مهندس میسپاره تا از اونا مراقبت کنه. مهندس فقط دختر رو با خودش میبره و برادر و خواهر از هم جدا میافتن. سالها بعد دختر بعد از ترک شدن از خونه ناخواسته با برادرش آشنا میشه و به هم علاقمند میشن، تا جایی که لحظه آخر قبل از جاری شدن عقد همه چیز آشکار میشه. بخشایی از فیلم طاهر رو با هم تماشا میکنیم. آدی آقا شما به من خیلی لطف کردین. ما نوکرتیم. از صبح که جمع دارم حتما پولتونو بهتون پس. این حرفا چیه؟ اختیار دارین. هر چی دارین مال شما زل جون. به هر حال ممنون. خواهش میکنم لیدیز فرست. خیلی ممنون. نه بچه تهرون بزرگ شده اصفهانم، اما میدونی تو همه تهرون کلی رو ما حساب اندسه میکنن، از بزن بهادری و لوتیگری و مردونگی. یه وقت اسم هم از زنجری سرقافتی هیکره خیلی لوتی های تهرون بود، حالا که نیست. نمیخوامم باشه، اگه برگردم تهرون فکل کراوات میزنم. چه بامزه؟ یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی ما رو قبول نداری؟ اختیار داریم احمد آقا. نوکرتیم. راستش اینه که از پاکی و صفات خوشم اومده، اگه قبول کنی میخوام بسونمت یه تاهار آب تو رو بریزم. آب تو برای باید سر اونا بریزن که ما رو به اینجا کشوندن. نوکر پدرتیم، از این طرف پلیز میکنم. بالاخره به ننمون بگیم آره یا ناره. والا من هنوز در این مورد فکری نکردم. فیلم سینمایی سالار مردان که تو سال 1347 ساخته شده از این قراره که مردی با رقاصه کاباره آشنا میشه و به اون علاقه مند میشه. برادر جوونش از سفر بر میگرده و عاشق دخترموش میشه، دخترمویی که برای برادر بزرگتر در نظر گرفته شده بوده. طی اتفاقای این دو نفر از هم دور میشن تا زمانی که مشکلات حل شده و هر دوشون به محبوبشون میرسن. بخشایی از فیلم سالار مردان رو با هم تماشا میکنیم. ما اشتهامو خیلی ساختم، هر چی بدین هر چی هم ندیم به زور ازت میگیره. بله یه دفعه قسمت قشریه شبی سر ازش میگیره تا باش باش میکنه. تو هم دوست داری باش باشی؟ بفرمو 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 بفر
تصمیم گرفتی خبرم کنی. چی شو؟ نمیدونم. سلام. سلام خوشگل من. چه حسی واسه جا دیگر. دو از ده تا آرمو بیار. دو از ده تا آرمو بیار.